یه توییتی از شما دیدم چند روز پیش که نوشته که برنامه‌ای در کار نیست و اگر هم بود کو مجال طرح و نقد آن. انتخابات بازار رؤیا فروشی است و زبان بازی و خودنمایی و تخریب و ریاوری همیشه همین بوده. حالا توییتر شما محدودیت کاراکتر داره، شما نتونستین توضیح بدین، الان توضیح بدین. البته قبل از این هم چند تا توییت دیگه نوشته بودم در باب اینکه تبلیغات چیه و ایکاش اونها رو هم میآوردید. این در ادامه اون ماجراها بود و این یکی از این قصه ها هست. در واقع دعوت شما اصلا همین در باره همین آره مثل این برنامه ها هستش که شما به اون شعبده بازه میگین که چند تا از اون فنون شعبده بازی رو به ما یاد بده یا چند تا از این فنون رو تر دستور یاد بده. من هم طبیعتا تا جایی که کارکاسبی خودمون کساد میشه آره سعی میکنم که بخشی از اینها رو به شما عرض بکنم. بله ببینید در واقع اینطوره، ما یک تصوراتی داریم از تبلیغات که فرضاً میبینید که اشخاص میگن ما به برنامه ها رأی میدیم. اساساً ارائه برنامه در هیچ حوزه‌ای مجال برنامه تلویزیونی نیست. قالب برنامه تلویزیونی، قالب مناظره، قالب گفتگو، قالب سرگرمی هست و اون مناظره، گفتگو یا برنامه موفق تر هستش که هرچه بیشتر بتواند طبق قواعد سرگرمی سر مخاطب خودش رو گرم بکنه و جذاب باشه، حتی اگه برای انتخابات باشه و کاندیداها باشه. بله همینطور هستش. شما در حوزه برنامه سیاسی فرقی نمیکنه تا برنامه ورزشی، شما این برنامه رو نگاه میکنید برای اینکه اوقات فراغتتون پر شه و لذت ببرید، اگرچه شاید در اون لحظه خودتون آگاه نباشید به این نکته و کسی این وسط برنده هست که بتوانه قواعد جذاب رو کاملا رعایت بکنه. خب حالا به هم زدن این بازیه کار درستیه؟ یعنی چون میگیم که بالاخره انتخابات دیگه قرار سرنوشت مملکت رقم بخوره و دیگه مثلا برنامه 90 نیست که مثلا یه فوتبال حالا ما بشیم سرگرم میشیم. یعنی میخوام بگم که اون بحثایی که تو سواد رسانه‌ای ما میشنویم در مورد اینکه آقا مردم یه ذره سواد رسانه‌ش ببرن بالا که در مواجهه با رسانه‌ها یه ذره حرفه‌ای‌تر عمل کنن، گول نخورن، شایعه رو بشناسن فلان، میشه اونها رو توی این بازی انتخاباتی و تبلیغاتی رو برای مردم مطرح کرد که خیلی هم به چشم سرگرمی نبینن و بتونن تشخیص بدن. میخوام بگم این که شما میگین هست مطلوب که نیست، مطلوب از نظر شما، یعنی ما نباید تلاش بکنیم یه ذره به همش بزنیم؟ چرا؟ که مردم یه ذره دقیق تر ببینن، مناظره ها رو دقیق تر ببینن، مستندها رو دقیق تر ببینن. تلاش در جهت این کار درستی نیست؟ من تلاشش رو نفع نکردم. میتوان و باید که شخص متوجه این باشه که وقتی که میره به یک رستوران بخشی از تندی غذا، بخشی از شوری غذا، بخش از اون سوسی که در واقع روی غذا ریخته میشه برای پنهان کردن کیفیت اون غذا هست. غذایی که خودش کیفیت بالایی داشته باشه شاید خوش طعم نباشه اگر که از سوس و فلفل و نمک و ادویه اینها استفاده نکرده باشه. اینو باید اون کسی که میخوره بدونه. آره اون شخص باید متوجه این نکته باشه. اگرچه که وقتی متوجه این نکته هم باشه باز جریان عقلانیت دلش رو تحت تاثیر قرار نمیده، اما بهتره بدونیم که آدم ممکنه که تحت چه عواملی واقع بشه. یعنی در واقع شاخص‌های تاثیرگذاری بر روی مخاطب چه چیزهایی هست، کلید واژه‌هایی که روی مخاطب تاثیر می‌گذاره یا بگیم کلید فریم‌هایی که روی مخاطب تاثیر می‌گذاره چه چیزهایی هست. دانستن اون باعث میشه که شخص شاید یه مقداری آگاهانه تر با قضایا برخورد بکنه. الان بخوایم یه ذره مستقی تر صحبت کنیم، سس مثلا مناظره ها چیه یا چه میدونم من مخاطب باید حواسم به چیا باشه یه ذره دقیق تر. شما کافی هستش که این طرف حال طرف مقابلو بگیره، شما بهش امتیاز میدید. خب الزاما ممکنه محق هم نباشه یا شخص خودش رو در موضع مظلومیت قرار میده. یکی از گزاره های بسیار محبوب و رایج در کشورها و از جمله به ویژه در کشور ما این هست که گزاره مظلوم مساوی محق. بنابراین اگر شخص بتونه خودش رو در جایگاه مظلوم قرار بده، مثلا احمدنژاد 88 مثلا احمدنژاد 88 یا آقای موسوی در شرایط فعلی، آقای خاتمی در یک دوره طولانی، آقای روحانی احتمالاً اگر که تعداد کاندیداهای اون طرف بیشتر بود و اینطور بود که مثلا چند نفر به یه نفر میشد، این ها موقعیتی هست که شخص خودش در موضع مظلومیت قرار میده.
علارغم اینکه شاید خیلی ها فکر بکنن که ما شخص قدرتمند رو میپسندیم، اما روحیه مظلوم نوازی ما که یه ریشه تاریخی داره باعث میشه که شخص وقتی میگه که من بدبختم، من بیچارم، من توانایی ندارم، نمیذارن من کار بکنم، اتفاقا از این شخص خوشمون بیاد، بگیم که حالا که نمیذارن کار بکنی بذار من به تو مجال کار کردن بدم. من با آقای دکتر امینی، ایشون جامعه شناس، همین مسئله رو میگفت، ولی ایشون یه نکته میگفت که در عین اینکه مظلومه نباید ضعیف هم باشه، میگفت مثلا همزمان هم بتونه قوی و پررو و مقتدر باشه، همین که بگی من قوی ام ولی دارن همه به من حمله میکنن، مظلومم، یعنی هم بشینه تو پوزیشن قدرت هم مظلومیت، یعنی بتونه همزمان این رو مدیریت بکنه. در واقع بخوام این کلمه رو یه خورده دقیق تر بکنیم، بره در پوزیشن مقاومت. آها. بگه که من به هم حمله میشه، مطمئنا من مقاومت میکنم. آره. یعنی چهره ضعیفی هم ازش نمایش داده نشه. نه. من حتی اگرم چهره ضعیف هستش، به هر حال من تلاشمو دارم میکنم. من سعی خودم رو دارم انجام میدم. این در واقع به صورت اساطیری بخوایم معادل سازی بکنیم، میبینید که اون واقعی اساطیری و تاریخی بسیار مهمی که رو ذهن ما سنگینی میکنه واقع عاشوراست و در اونجا طبیعتاً یک شکست اتفاق افتاده از نظر نظامی، اما ما به طرف شکست خورده حق میدیم به خاطر اینکه یک جنگ نابرابر اتفاق افتاده. درسته. بعضی وقتا حالا این خیلی هم شاید منفی نباشه، ولی بعضی وقتا این حرکت ها مثلا این تو موضع مظلومیت نشستن شاید الزاماً چه منفی نیاد، ولی بعضی وقتا دیگه میره به سمت یه سری رذیلت اخلاقی مثل دروغ و مثلا اون کلمه رویا پردازی که شما گفتی من خیلی خوشم اومد. رویا پردازی که شما گفتی من یادش نمیدونم، همین الانش رو بخوایم بگیم یاران 250000 تومانی و درآمد کشور رو 2.5 برابر میکنم و یا همون وعده 100 روزه مثلا 92 میافتم، اینا دیگه داره میره به سمت رذیلت اخلاقی دیگه. حالا من نمیخوام واقعا وارد حوزه‌ای بشم که در خارج از حوزه تخصصم هست و ارزش گذاری اخلاقی بکنم، منتها گذاری وصفل ایش نصفل ایش یک متلک شوخی نیست، جدی است. اگر که شخص بیاد به شما بگه که من میام به شما و اعتبار پاسپورت ایرانی رو باز میگردانم، من اگر برای شما کاری میکنم که شغل ایجاد شود، من میام به اقلیت ها اهمیت میدم، من میام جایگاه زنان رو اینگونه میکنم، آیا مشکل جوانان ما مشکل موی جوانان موی مشکل ما موی جوانانمون هست، یارانه رو 2.5 برابر میکنم، همه بحث های اینطوری، در هیچ کدوم از اینها کاندیداها نمیتوانند بیان برنامه ارائه کنند. بسیاری از اونها شما از همون ابتدا هم میدونید که شدنی نیست، ولی خوشت میاد و خوشت میاد و به اون رویای خودت دل میبندی، در واقع به اون اعتبار میدی. بخوایم تعبیری رو نگاه بکنیم، خیلی مواقع هست که شخص از شما شروع میکنه به تمجید کردن، خود شما هم احساس میکنی که داره مبالغه میکنه، ولی خوشت میاد. اما خوشت میاد. رویای ایران مطلوب رویای فریبنده، اشاره کردن به ایرانی که انگار از کوروش و داریوش به یک باره رسیده به جمهوری اسلامی، یه چیزایی همین وسطش وجود داشته، رویای مطلوبی هست، اشاره کردن به اینکه ما سرچشمه همه فضیلت ها هستیم مطلوب هست. وقتی یک نفر میگه که ایرانی باهوشترین نژاد جهان هست، وقتی یک نفر میگه هنر نزد ایرانیان است و بس و مواردی از این دست، خودمون میدونیم که اینطور نیست، اما به خاطر اون حس خوشایندی که طرف مقابل به همون میده جذبش میشه. خب اینجا این وسط پای عقلانیت هم هست که سرنوشت کشوره و پس فردا دوباره خودم شاکی میشم و پس فردا وقتی اینو محقق نشد دوباره خودم از اون طرف گلایه میکنم، اینا اصلا دیگه اینجا مطرح نیست. این همون حسی هست اینو که اینو من خواهم اینو شروع باید دخیل کنیم تو این اتفاق، مال مسئله اینه. این همون حسی هستش که شما وقتی که میدونید فرزن چاق شدید یا رژیم غذایی دارید، در مقابل وسوسه یک کیک شکلاتی خوشمزه چقدر میتونید خودتون نگه دارید. اگر شخص بتونه این کار انجام بده، خب البته یک گام به سلامتی نزدیکتر شده، تا اون لحظه کیک شکلاتی، خصوصا اگر روش یک خامه‌ای هم داشته باشه، یک ژله‌ای هم از وسطش چکه کرده باشه و در یک فضای دلنشینی هم باشه و روبروتون هم شخصی باشه که احساس خوبی بهتون داده باشه و یک موسیقی هم پخش بشه، دیگه اصلا اون به ذهن نمیاد. آره دیگه، همه اینها هی اضافه تر و اضافه تر میشه و شما میگید که آقا اصلا به جهنم من
کیک شکلاتی رو میخوام بخورم. دقیقاً. فکر می‌کنم همه جا هم تقریبا همین دیدیم. الان خواستم مثال بزنم که آیا کشورهای دیگه هم اینجوری هم دیدم. خب ترامپ رئیس جمهور شد دیگه. یعنی اونجا هم خیلی عقلانیت شاید درگیر نباشه. بله تقریبا همینطور هستش. روز به روز با سیطره رسانه‌ها بر حوزه عرصه انتخابات آدم‌های انتخاب میشن که به شومن بیشتر نزدیک هستن، به بازیگر بیشتر نزدیک هستن تا به سیاست مدار. ما در تاریخ کشور خودمون و کشورهای دیگه کسانی رو داشتیم که معلولیت داشتن، لکنت زبان داشتن، پایشون لنگ بوده، چشمشون نابینا بوده، اما به مقام رسیدن. اگر همون افراد امروز کاندید مقامی بشن حتما رأی نمیارن. اتفاقا بر خودم همین نکته جالب بود. من پوستر تبلیغاتی سال 60 خود حضرت آقا رو فکر کنم دیدین، عکسش رو نوشته که حکومت اسلامی آن حکومتی است که مردم را به فکر کردن دعوت می‌کند و هدایت ذهن مردم را به عهده می‌گیره. اتفاقا بر خودم این مسئله بود که آیا ما واقعا توی مثلا از اونجا به اینجا رسیدیم؟ یعنی ما هم داریم میریم به سمت مثلا فضاهای غربی و اینا؟ یعنی دهه 60 هم این شکلی بود؟ درسته موقع خیلی انتخابات معنی نمیداد. دهه 60 هم همینطوری بود. موقع این شکلی بود. رقابتی اتفاق نیفتاد بین ایشون و کاندیداهای دیگر. اگر رقابتی اتفاق میافتاد ایشون شاید وارد این بازی ها میشدیم. بله حتما میشد. کمون که دور اول انتخابات ریاست جمهوری همین اتفاق افتاده بود. البته خب شعارهایی که اون موقع مطلوب بود. به هر حال گزاره مطلوب برای ما گفتمان رایج در جامعه در ادوار مختلف فرق میکنه. یک موقع شما از خودتون یک تصویر انسان فداکار دارید، یک موقع از خودتون تصویر انسان سازنده دارید، یک موقع تصویر انسانی که دم رو غنیمت میشماره، از زندگیش لذت میبره، با دیگران در صلح و آرامشه، متناسب اون شخصیت. ذائقه شما همیشه که شکلاتی نیست، درسته، ممکنه که چیز دیگری باشه. در اون شرایط شخص باید تشخیص بده که امروز چیه. اینجا هوشمندی در واقع مشاوران رسانه‌ای و تیم تبلیغاتی هست که بتونن تشخیص بدن که امروز ذائقه جامعه چی هست. شعار حمایت از محرومین و مستضعفین که در مجلس سوم باعث شد که یک گروهی رأی بیارن، در مجلس چهارم هم سلوحه شعارهای همونها بود ولی رأی نیاوردن. از انتخابات حذف شدن. یه سریاشون بودن، یه سریاشون حذف شدن. از این جهت که نه که حذف فیزیکی شده باشن، رأی نیاوردن. آره دیگه، یه سریاش رو نگران کردن که ولی یه سری واقعا رأی نیاوردن. آره رأی نیاوردن به خاطر اینکه گفتن رأیش نبود. در مجلس پنجم که دیگه بدتر. یعنی اصلا چنین چیزی قابل خریداری نبود. پس اقتضای اون گفتمان مطلوب مردمه دیگه. بله گفتمان مطلوب جامعه است و تشخیص اون برای افراد به سادگی اتفاق نمیفته. درسته. آقای دهباشی، الان این انتخابات پیش رو رو از این زاویه بخوایم نگاه بکنیم، حالا به صورت کلی میخوام ببینم شما چجوری میبینین فضا رو. خب الان طبیعتاً دو تا قطب جدی داریم دیگه، آقای روحانی و وضع حاکم و منتقدینشون. من احساس میکنم، حالا شما نظر شما بدونیم، آیا آقای روحانی نسبت به سال 92 واقعا چرخیده و رفته تو موزه ضعف و دفاع از وضع موجود؟ این فهم کنید، پیش بینی میکنید اینجوری اتفاق بیفته، واقعا بره تو اون صندلی دفاع از وضع موجود بشینه و توی حالت اونجا حالت حمله بود، حالا باید حالت دفاع باشه، یا نه ظرفیت این رو داره که حتی با وجود این که دولت حاکم هست باز هم بتونه رو صندلی اپوزیسیون بشینه، باز هم بتونه خودش رو از موقعیت دفاع خارج بکنه؟ میخوام ببینم شما تحلیلتون چیه. آیا حس میکنین که الان تو موضع ضعف رفته آقای روحانی یا نه با شناختی که دارین و اون حالا قوت‌های احتمالی که داره، حس میکنین بازم میتونه زمین بازی رو مثلا عوض بکنه و اصلا بشه منتقد حتی؟ من گمان میکنم شما پیش‌فرض و گزاره‌های مختلف رو مثل مسلسل دارید مطرح میکنید که هر کدوم از اونها در جایگاه خودش روش بحث کنین، هر کدوم اگر نیاز داره صحبت کرد. من انتخابات این دوره رو مثل انتخابات هر دولت مستقر دیگر، این ترم دولت مستقر رو وقتی که حدود یک سال پیش من مطرح کردم گمان نمی‌کردم اینقدر فراگیر بشه و الان دیگه همه از واژه دولت مستقر استفاده می‌کنن. در انتخاباتی که یک طرف دولت مستقر وجود داره، در واقع انتخاب این دو رقیب نیست، انتخاب رئیس جمهور هست و خودش. آها. و اون کسی که میتونه شکستش بده خودش. در واقع در این انتخابات ما یک تصویر داریم از آقای روحانی و شعارهاش و ادعاهاش و آقای روحانی و عملکردهاش. در این وسط
آیا آقای روحانی که از خودش تصویر میسازه، تصویر رسول عیشی میسازه، میساخت یا میسازه هنوز؟ میساخت و میسازه و تا آخرین روز همین کار رو میکنه. مثل هر سیاست مداری دیگری. از آقای روحانی که عمل کرد داره شکست میخوره؟ سوال اینه، مسئله اینه الان. خب در واقع افراد بیش از این که فکر بکنن که آقای قالیباف چه نکاتی رو داره مطرح میکنه یا آقای رئیسی چه نکاتی رو داره مطرح میکنه، به این میپردازن که این شخص با عملکردهاش چقدر نزدیکی داره، چقدر فاصله داره، چقدر از اونی که فکر میکردیم بهتر بود یا بدتر بود. رویکرد درستی که افراد دارن این نیستش که رقباش زمین بازی رو کلن عوض کنن، این است که در همین زمین بازی برن پشت سر روحانی عملکردی و تلاش بکنن که روحانی عملکردی روحانی تبلیغاتی رو شکست بده. و اگه شکست بده در واقع مردم هر کی هم اینور باشه مثلا بهش رأی میده. همینطوره. در واقع این گام نخسته. اون وقت در اون ماجرات بعد وقتی که از این گذر کردید تازه میشید به نقطه 0-0 که در یک انتخاباتی که افراد در موقعیت برابر هستند قرار میگیرن. کار آسونی نیست شکست دادن رئیس جمهور مستقر. از این جهت شما نگاه بکنید که آیا رئیس جمهور کار مملکت رو تعطیل بکنه؟ نه. همین پذیریم که نباید تعطیل کنه در ایام انتخابات. اما خب وقتی که کار میکنه هر کارش تولید یک گزاره تبلیغاتی میکنه. و حتی اینکه معاون اولت هم کاندیدا شده. و هر چیز دیگه، این در همه انتخابات هست. به هر حال ما دو تا موعد افتتاح داریم در این کشور. یک موعد 22 بهمنه دهه فجره و یکی هم هفته دولته. خب همه ما امروز میتونیم بفهمیم که وقتی خارج از این دو دوره داره افتتاح میشه معنیش یعنی تاثیرگذاری بر انتخابات. اما آیا میتونیم مخالفت بکنیم بهاش؟ آیا میتونیم بگیم یک پروژه اقتصادی دیرتر افتتاح بشه چون رئیس جمهور ممکنه که استفاده تبلیغاتی بکنه؟ نه، همون میگیم که اگر پروژه پارس جنوبی یک روز زودتر هم افتتاح بشه، یک ساعت هم زودتر افتتاح بشه بهتر است. در اینجا در واقع رقابت بین این دوتا کاراکتر هست، تصویر سازی شده و عمل کردی و این عمل کردی. این پس گام نخست. قطب بندی رو من این دو قطب بندی میبینم. در حوزه مناظره‌ها شخصیتی که من از آقای روحانی میشناسم اینه که در حوزه مجادله و مناظره از این رقبایی که ما داریم میبینیم بسیار قوی تره، کما اینکه تجربه قبلی مون همینطور بوده. این در واقع آقای قالیباف با اون پاس داخل 18 قدمی که با آقای روحانی داد و آقای روحانی سرزرب گلش کرد یکی از تأثیرگذارترین شاخصهایی بود که به خودی سر بزد و با آقای روحانی موفقیت ایجاد کرد. تجربه متعال نشون داده که آقای روحانی در مجادله کم نمیاره، در سخن گفتن کم نمیاره. اساسا هم فضای مناظره این گونه نیستش که شما آمار و اعداد رو بگذارین جلوی رویتون و مقایسه بکنید ببینید که چه کسی قریب به ذهن درستتر میگه یا درستتر نمیگه. کمان که در انتخابات قبلی هم ما از اینی که آقای روحانی حالا آقای قالیباف رو گرفت شعف زده شدیم. کسی به این نپرداخت که آیا واقعا داشت راست میگفت، اصلا واقعا این اتفاق همین بوده و به تعبیر خدای روحانی پرسش کردن و گفتن که حالا من چی گفتم. از طرف آقای قالیباف هم میتونستش آیا در همون لحظه توپ و اینطوری برگردونه بگه که خب من گفتم گازنباری، اون وقت شما چی گفتین؟ اما نتونست این کار بکنه. آقای قالیباف صرف نظر از این که چگونه مدیری است اما سخنبر خوبی نیست. و توی اون مجادله طبیعتاً کم میاره. فکرم نمی کنم تغییری هم کرده باشه از این در صرف این آی روحانیش یعنی شما تغییری نمی بینید نسبت به 92؟ اون موقع یه آدم ناشناخته نسوخته بکری بود که میتونست خیلی راحت حمله کنه، ولی خب الان درسته باز میگیم طرف مقابل خیلی چهره مثلا احمدی نژاد جلوش نیست، ولی این که 4 سال تجربه شده بازم بهش اجازه میده همینجوری بی‌محابا وارد جسارت بکنه و مثلا چه میدونم با قدرت وارد بشه. دستش بسته تر هست حتما، اما در فضای انتخاباتی که ماها قبل شروع شده
اگر لازم باشه ایشون در ساختن تصویر کسی که حتی رهبری رو به چالش میکشه ابایی نداره. در واقع این دوگانه سازی که اتفاق میفته، من نمیگم این تصویر رأی میاره، به نظر من نمیاره و این یک خطای راهبردیه که تیم تبلیغاتی های روحانی دارن روش این کارو میکنن. یعنی اتفاقا من سوال بعدی این بود که برگای برنده ای که هنوز رو نکردن چیه؟ یعنی این میتونه یکیش باشه؟ بله، فکر میکنم دوگانه سازی یکی از برگه‌هایی هستش که ایشون حساب میکنه، اما به نظر من برگه برنده نیست. آها. چرا؟ در انتخابات گذشته سال 92 اگه شما سبد آرا رو تحلیل بکنید، البته نمیتونیم وزن بدیم که هر کدوم از بخش‌های مختلف سبد آرا مال چه کسی بود، اما حتما بخش قابل توجهی از این سبد آرا دست کم به اندازه اون 300 هزار نفری که فاصله وجود داشت تا 50%، یعنی اگه 150 هزار نفر رأی به طرف مقابل میدادن میرفت انتخاب دور دوم، حتما بیش از اون 300 هزار نفر کسانی بودن که به تعبیر امروزی طرفداران ولی فقیه بودن، حزب اللهی های سفت و سخت بودن، حتما بخشی از اونها طرفداران رزمندگان بودن، طرفداران طیف دفاع کنندگان از آرمان انقلاب اسلامی بودن. آقای روحانی در بسته تبلیغاتی که عرضه کرد اونها رو علیه خودش نشوروند که هیچ، بلکه بسته‌ای که ما طراحی کردیم این گونه بود که اگر آقای قالیباف رزمنده است، آقای روحانی رزمنده تره، اگر که آقای جلیلی طرفدار ولایت فقیه هست، ما گزاره‌ای نداریم که ایشون گفته باشه، رهبری گفته باشه که من شما رو دعا میکنم. قصد دفع اونها رو نداشتیم؟ نه فقط قصد دفعشون نداشتیم، به صورت جدی قصد جذبشون داشتیم. و من خیلی ها رو دیدم که گفتن که مادرشون، پدرشون، خانواده‌شون به این جهت با آقای روحانی رأی دادن که اون فیلم نشون داده بود که آقای روحانی دوست رهبری هستن، سابقه طولانی دارن با حضور رهبری. رأی بالا تو قم رو میشه اینجوری دقیقا. و حوزه روحانی سنتی بودن خودشونو در این حال اینکه مظاهر تجدد هم داشتن، در واقع ما میزی رو چیدیم که با سلایق و ذائقه های مختلف افراد میتونستن سر این میز بیان. گمان میکنم امروز نه میخوان و نه شدنی هست که این میز با این تنوع چیده بشه. در همون دور انتخابات قبل دوستانی که دلبستگی زیادی داشتن به جنبش سبز مدام ما رو تحت فشار میگذاشتن که یه تصویر تقابل رو ارائه کنیم و به این جهت آرای جنبش سبز رو داشته باشیم. من متوجه اهمیت آرای جنبش سبز بودم، اما گمان میکردم و فکر میکنم این گمان بعدها با این آرا مشخص شد که اون سبد رأی به تنهایی برای پیروزی کافی نیست و ما نیاز به آرای دیگران هم داریم. به همین خاطر هست که همزمانی که شعار داده میشه که آقای هاشمی و آقای خاتمی از ما حمایت دارن میکنن، از اون طرف هم تاکید میشه بر این که این شخص در جنگ حضور داره، این شخص در حوزه رهبری با رهبری چالش نمیکنه، دنبال دعوا با رهبر نیست. این از جمله چیزهایی نیست که شما بتونید آقای روحانی عمل کردی بتونه امروز به آقای روحانی شعار این اجازه رو بده که اجازه چیزی که از دست رفته شده. از دست رفته، یعنی در فیلم نمیتونید شما به راحتی برگردونید، چون بالاخره سابقه پررنگی وجود داره که حتی در مورد مسائلی که به نظر من به سادگی و بی جهت از نظر تبلیغاتی از دست رفت، مثل کلکل کردن سر زبان انگلیسی تو سخنرانی ها، تو سخنرانی ها در حوزه های بی اهمیت. یه موقع شما در تو برنامه صحبت میکنید میگی ناموسیه برای طرف، این حالا رهبری گفتن که شما زبان های دیگر رو هم آموزش بدید و از این طرف شما بیاین کل باشون بندازین که اینطور نباید باشه، هیچ ارزش تبلیغاتی نداره. خب شاید عمدی توشه، یعنی مثلا مشورتی وجود داشته برای همون حتماً عمدی چیزی وجود که شما داشته. گفتین حتما هم مشورتی در موردش وجود داشته، منتها تاثیر این قضیه از منظر من به عنوان کارشناس افکار عمومی این گونه بوده که حتی جنبش سبزی هم احساس میکردن که برای چی در موردی که اهمیتی نداره ما سر هر چیزی تنش ایجاد میکنیم. یعنی گمان نکنیم که جنبش سبز هم یک طیف ثابتی هست که همشون قائل به تنش و درگیری و گذشتن از نظام و اینجور چیزها هستن. ما از طیف آدم هایی که به
انتخابات قبلی این اعتراض رو داشتن که تقلب شده، تا آدم‌هایی که قائل به این بودن که این انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه است، تا آدم‌هایی که به این دوتا کاری نداشتن بلکه با آقای احمدی نژاد مشکل داشتن، همشون در ذیل جنبش سبز می‌گنجیدن. اون کسانی که این طرف تر بودن، اینها دنبال دعوا نمی‌کردن و به نظر من عمده جامعه همین هاست، یعنی کسانی هستن که از آقای احمدی نژاد خوششون نمی‌اومد، اما در این حال دنبال تنش هم در جامعه نبودن. و اینکه شما بخواید که رادیکال ترین برای جذب اون رادیکال ترین ها جای دیگر رو از دست بدید، خب البته سخت میشه، البته کارو خیلی سخت میکنه. اگر امروز تصور این هست که شاید انتخابات به دور دوم بکشه، صرف نظر از اینکه رقبا چقدر اهمیت دارن، یه بخش جدیش این است که شما اون میز منعطف که اگر شخص سالاد میل خواست بکنه وجود داره، اگر گوشت خواست میل بکنه، با هر رژیم غذایی شما میتونید سر این سبد باشید رو دیگه ندارید. در مورد اون قشر مهم تاثیرگذار و تعیین کننده که نگاهشون اصلا سیاسی نیست، دغدغه‌های اقتصادی دارن، دغدغه‌های معیشتی دارن، همونایی که میگن ما هم به احمدی‌نژاد رای دادیم هم به روحانی رای دادیم، اون قشر هم از سر این میزه الان بلند شده تو این انتخابات به خاطر حالا مشکلات اقتصادی و اینها. ببینید، من قائل به این نیستم که این گزاره مردم دغدغه‌شون سیاسیه، مردم دغدغه‌شون اقتصادیه. من گمان می‌کنم که اینها در اولویت دومه. گمان می‌کنم در این انتخابات اگر بخوام الان تقلب برسونم به تیمای انتخاباتی، مهمترین گزاره این هست که مردم احترام می‌خوام ببینن. و هر کسی بتونه تصویری از خودش ارائه کنه که بیشترین احترام رو به مردم بگذاره، موفق تر خواهد بود. در جزئی تر یعنی چی احترام؟ یعنی خواسته های مردم رو بپذیره به عنوان اینکه این خواسته وجود داره، ولو اینکه در عمل نتونه اون خواسته ها رو برآورده بکنه. زبان گویای مردم باشه در طیف های مختلف، یعنی مثلا سطح خودش رو در حد مجادلات پایین نیاره، مجادلات فرقه‌ای جناحی. به همین خاطر هست که شعار ایران برای همه ایرانیان، همه ایران برای همه ایرانیان هنوز هم پاسخ میده. میدونید شما وقتی که جنگ رو میخواید بهش بپردازید و میخواید بگید در جنگ حضور دارید، کاری که ما در فیلم آقای روحانی کردیم، اومدیم در وجهی از جنگ صحبت کردیم که همه قبولش داشتن، نیرو هوایی ارتش. دیدم فیلم ارتشی اومد، آذری هم میخوند. بله. خب تنوع اقوام رو بپذیرید، تنوع سلایق رو بپذیرید. اگه ما همونجا میمدیم دست میذاشتیم رو حوزه سپاه، اتفاقا همین نکتهش برام جالب بود، بخشی رنجیده میشدن. اما ارتش رو هم سپاهی ها هم ارتشی ها هم همه جامعه قبول دارن به عنوان یک نماد، مخصوصا نیرو هوایی رو، خیلی با کلاس داره. آره. فیلماش هم جذاب تره. و فیلماش هم جذاب تره. خب تو حوزه های دیگه هم در واقع همین اتفاق باید بیفته. کلید واژه هایی که شما میگید که مخاطب حواسش به چه چیزهایی باشه. ایرانی نیست که در جاهای مختلف ایران از دیدن پرچم ایران احساس خوشایندی نداشته باشه. ایرانی نیستش که در جاهای مختلف ایران از دیدن کوه دماوند احساس خوشایندی نداشته باشه. از تصویر میدون آزادی یا اسم قدیمش میدون شهیاد تصویر خوشایندی نداشته باشه. از دیدن چهره های زیبا تصویر خوشایندی نداشته باشه. اینها در واقع کلید واژه هایی هستش که جواب میده. به نظر من در این دوره انتخابات مثل همه جای جهان که گردش به راست کرده، عنصر ملی گرایی در محصولات تبلیغاتی بیش از پیش مهمه و مهم است که شما چگونه اونو عرضه کنید. یعنی اگه شخص بره در پوزیشن ملی گرایی، بیشتر از پوزیشن حزب اللهی بودن یا غیر حزب اللهی بودن یا ضد حزب اللهی بودن جواب میده. آیده حاجی یه جا گفته بودین که عاطف کنم به شوخی گفتین که من آقای روحانی رو از پنجم اول کردم. این چقدر جدیه؟ این شوخیه؟ همونجا گفته بودم که شوخیه. ولی تاثیرگذار بود این قطعا دیگه. نمیتونیم در واقع، شاید که از اشکالات ما در انتخابات این هست که بعدها نمیتونیم وزن چشی کنیم. میتونیم بسنجیم. اون لحظه در اوج شادی و تقسیم غنایم و دیگه بیخیالش میشیم، تنش‌های اینطوری نمیتونیم بررسی انجام بدیم. عناصر مختلفی تاثیر داشته،
اما سهم هر کدوم چقدر بوده؟ من ندیدم مطالعه یه دقیقه در این زمین اتفاق افتاده باشه. بنابراین نمیدونیم که در واقع متن‌های سخنرانی که هم برای روحانی نوشتم یا اون کلید واژه‌هایی که طراحی کردم، اون جملاتی که طراحی کردم، جمله طراحی شده که ما می‌خواستیم این به هر صورت یک جای گفته بشه، چرخ سانتریفیوژ باید بچرخه، اما زندگی مردم هم باید بچرخه. حدود 27-28 جمله در واقع طراحی شده بود. چیا بود شاخصاش؟ من اینو می‌دونستم. با چند تا دیگه عبارتی که آقای روحانی تصحیحش کردن به زبان خودشون. من سردار نیستم، سرهنگ نیستم. ایشون تصحیحش کردن. آها، اون مال شما این بود؟ بله، من سردار نیستم، من وکیلم. ایشون تبدیلش کردن به اینکه من سرهنگ نیستم. به درستی خیلی هم خوب شد، چون سردار اشاره مستقیمی داشتش به سپاه. اما وقتی میگه سرهنگ، یعنی شامل هر نیروی نظامی میتونه بشه، اینقدرم تندی نداره توش و حقوق دانم. یعنی اینا یه سری کلید واژه ها و گزاره هایی بود که تعریف شده بود که تو جاهای مختلف هر جا فضاش پیش اومد استفاده بله دیگه. بشه. ببینید شما نکته‌ای که وجود داشتین که در مقابل آقای آبدینی وقتی که ایشون قرار گرفتن، بنای ما بر این بودش که هر چه آقای آبدینی میگه رها کن، حمله کن به تلویزیون. یعنی تو گوشت میگن فلان. آره، حمله در تلویزیون و همون عبارت توی گوشت میگن جواب میداد. الان هم جواب میده. آقای رئیسی هم میگه جواب میده. کمان که آقای رئیسی نامه به تلویزیون نمیشتن. دقیقاً. تلویزیون مرغ، صرف نظر از عمل کرده خودش، مرغ از عرصیه. همه طرف دارن به تلویزیون فحش میدن و جواب میده. بخش از این تصویر خود تلویزیون ایجاد کرده. خب متاسفم براش. بله. اما بخشش هم خب دارن استفاده میکنن. دیگران استفاده میکنن. در واقع حمله کردن به این ماجرا. و حالا جملات در واقع دیگر. خب میگم یعنی این ابتکار عمل و اون لحظه یابی خود آقای روحانی بود که اونجایی که آقای قالیباف اون سوتیه رو داد و پاس گل رو داد، سریع این جمله به ذهن اومد. بله. که من باید الان اینو بگم. البته ایشون جملات دیگر استفاده کردن که اون جملات دیگه از جملات طراحی شده، هیچ کدومشون به این میزان شاخص نشدن، چون شاید یا سر جاش نبوده، جمله به اون خوبی نبوده. اما طبیعتا ما وقتی که به حافظه جمعی رجوع میکنیم، اون جمله‌ای که من توی گوشت دارن میگن خیلی اصلا مونده تو ذهن. خب تو همون ماجرا جملات دیگه هم بود که ایشون گفت و تو ذهن نبود. برای شما باید اون پکیجی که دارید خیلی متنوع‌تر و بزرگتر باشه تا نکاتی که مطرح میکنیم. حتی میخوام اینجوری بگم، بعضی موارد هم بودش که تصور خود من این بود که اینا ضد تبلیغه، خوب نیست، اما بعدا متوجه شدم که اشتباه کردم یا اصرار کردن بر اون قضیه را از حالت جوک در آورد. نمونش کلید. شما مخالف بودم؟ من مخالف بودم. حتی یادم هست وقتی که آقای روحانی تشریف بردن شب منزل، من با ایشون صحبت میکردم و اعتراض کردم به ایشون، ایشون هم اشاره کردن به بخش دوستان دیگه، خودشون با رنجیدگی گفتن خیلی کار لوسی بود فلانی میگفتش. بعد از جلسه چیز شیرودی؟ نه، قبل از شیرودی اینها مطرح شده بود. ایشون در اون برنامه تلویزیونی که داشتن با آقای آبدینی در انتهاش کلید رو نشون دادن. اونجا اولین بار بود؟ اونجا اولین بار. ما بهشون گفتیم که همه چیز اون گفتگو خوب بود، این دیگه چی بود؟ این از اون حوزه هایی بودش که من در جریانش هم نبودم از قبل. پیشنهاد کی بود کلی؟ والا دقیقاً نمیدونم پیشنهاد چه کسی بود. میدونم پیشنهاد رنگ بنفش پیشنهاد چه کسی بود. پیشنهاد کی بود؟ پیشنهاد زن بود. آها. آجای زن بود. ایشون تحلیلشون این بود که ما نیاز به رنگ داریم. البته همه نظرشون بود که نیاز به رنگ داریم. رنگ بنفش از این جهت مناسب هست که گیاهان دارویی همشون به رنگ بنفشن که من تا قبل از اون نمیدونستم. و نکته دیگر این که رنگ موقعی خودش رو معنا میده که زنان ازش استفاده بکنن. و همه خانم ها یکی یه لباس بنفش دارن که اینم نمیدونستم. اما کلید رو افراد مختلفی مدعی در واقع طراحی شدن که ازش استفاده شد و اینها. به هر حال صادقان من مخالفش بودن، اگرچه بعدن جواب داد، اگرچه بعدن خوب شد. اگر ما فکر میکردیم این قضیه مثل قضیه چوب بستنی آقای قالیباف آقای جلیلی تبدیل میشه به جوک،
و شاید اگر همون لحظه ایشون کوتاه میمد تبدیل میشد به جوک، اما وقتی که شما یه جوک هم زیادی تعریفش بکنید میشه جدی، کما که یک جدی رو وقتی زیادی تعریفش بکنید میشه جوک. آخه اون اولین بارم که تو همون برنامه آبدینی در آوردن، من یادمه که برنامه تموم شده بود، آخر برنامه بود. و انگار داشت خدافظی میکرد آقای آبدینی، یه دفعه کلید در دقیقا آیرون. به همین خاطر ما فکر کردیم که یک پایان شکوهمند رو از دست دادیم. آره. توی ماجرا، اما اصرار دوستان دیگر که نه این استفاده بشه و تا تهش بریم، خب البته جواب داد. آقای دهباشی یه خب میگم که قواعد تبلیغاتی قواعد ریاضیات نیستش که شما بگید که از همون ابتدا مشخص است که چی جواب میده چی جواب نمیده. این که الان در مورد چی باید صحبت کنیم، تو صحبتاتون هم بود که مثلا اون چیزی که اقتضای مطلوب مردمه تو هر زمانی متفاوته و هر کی روی اون دست بذاره مثلا موفقه و اینها. شما چجوری درآوردید که الان مردم اینو میخوان؟ من یکی دو تا حتی جالب بود برام، پایان نامه بود فکر کنم میدیدم مطالعه کرده بودن، انتخاب 88 و 92 رو هم رفته بودن با مردم مسابقه کرده بودن و مثلا اولویتاشون رو درآورده بودن، هم فیلمای تبلیغاتی کاندیداها رو بررسی کرده بودن، دیده بودن اون المان‌هایی که مثلا تو 88 فیلمای احمدی نژاد هست همونایی که تو حرفای مردمه. تو 92 هم در مورد آقای روحانی اینطور بود. شما چجوری درآوردین؟ مثلا با مردم مصاحبه کردین؟ چه می‌دونم جامعه شناس داشتین؟ خودتون احاطه داشتین؟ خود آقای روحانی مردم رو خوب می‌شناخت؟ اینا چجوری در اومد؟ شنیدید میگن که مثلا کفاش‌ها وقتی که توی مهمونی هستن میشه به کفش طرف مقابل نگاه می‌کنه. طبیعتاً حوزه کار من و شما که حوزه افکار عمومی هست باعث میشه که اهمیت مشاهده برای ما بیش از افراد عادی باشه. فرضاً من برای خودم برای اینکه به روز باشم یک زمان مفصلی گذاشتم در طول هفته که میرم و مناطق مختلف تهران رو میبینم با محوریت یک مسجد. دو ساعت دوتر میرم تو اون منطقه میگردم که دخترها چجوری هم پسرها چجوری هم، رابطه دختربازی پسربازی تو این محله چه شکلیه، حجاب چه شکلی هستش، قیمت ساندویچ چقدر هستش. این کلن تو زندگیتون ربطی به انتخابات نداره؟ نه، به کلا در زندگیم هستش. آره. و طبیعتاً کسی که مسئول کار تبلیغات میشه غیر از اون چیزی که تو کتابا خونده باید توی کف بازار باشه و ببینه که کف جامعه چه احساسی رو داره. اما این به تنهایی کافی نیست. نسخه اولیه فیلم آقای دکتر روحانی، فیلم خستشون، اگر که پخش میشد حتما به این کیفیت و تاثیرگذاری نبود و شاید عناصر ضد تبلیغ در اون وجود داشت که تاثیر میگذاشت. چطور اصلاح شد؟ با فرصتی که ما مدام نمایش گذاشتیم و نظر خواستیم مردم، برای طیف‌های مختلف، برای خانواده، برای مسئولین، برای آدم‌های مختلف، و طبیعتاً من اینها رو فیلترشون می‌کردم. شاید هم نظرات خیلی خوبی بود که من بهشون عمل نکردم، به جهت اینکه اون لحظه تشخیصم این نبود که نظر خوبی هست. ولی فیلم رو ارتقا داد. بله، فیلمو به کلی زیر رو کرد. در نسخه اولی که از اون فیلم‌های روحانی هست، ما این میزان سهمو به حزب الله نداده بودیم، به بچه‌های جنگ نداده بودیم. به اینکه آقای روحانی منبری هست، به اینکه آقای روحانی آخونده. جالبه که یکی از اعضای خانواده‌شون، خانم دختر خانم جوانی هم بودن، در یکی از اون جلسات گفتن که این فامیل ما آخوندم هست، شما تو این فیلمتون هیچ اثری از این آخوندی نگذاشتین و کنهو که این آخوندی نقطه ضعفشه، دارید ازش فرار میکنید. دارید ازش فرار میکنید. جالب این هست که در گفتگوهای قبل از فیلم هم شخص خدای روحانی تاکید داشتن که روحانی بودن من اگر روحانی دیگری نباشه نقطه مثبت هست و اغلب آدم‌هایی که حضور داشتن با این قضیه مخالفت کردن. شاید هم منم مخالفت کردم. یعنی فکر کردم که اگر مزیت محسوب نمی، اگر عیب محسوب نشه مزیت هم محسوب نیست. اما صحبت اون دختر خانم به یک باره باعث شد که من برم و تو آرشیف بگردم دنبال جایی که منبر رفته. اما منبری پیدا کردیم که باز همه جانبه پذیره. منبری که ایشون در رابطه با یک دوست شهیدش که فرمانده نیرو هوایی بوده صحبت میکنه. از بین انبوه منبرهای ایشون ما این منبر رو و از اونم زدیم به اون فیلم نیرو هوایی، نیرو هوایی و آهنگ آذری و آهنگ آذری و چیزهای دیگه. این که شما خودتون رو خدایگان ندونید و مدام فیدبک بگیرید از جامعه طبیعتاً خیلی کارا متفاوت میکنه. خود آقای روحانی چی؟ چقدر خودشون، یادم تو هم فیلم دومیه فکر میکنم، آره تو فیلم دومیهشون یه جا تو ماشینم بودن اتفاقا گفتن که من چهره مردم رو هر روز که میرم سر کارو میام چهره مردم رو نگاه میکنم و میبینم خنده تو چهرهشون نیست و فلان و اینها، و همین پیروزا هم اتفاقا دوباره گفتن که بهترین نظرسنجی
برای من لبخند مردم و ایناست. خب میگم خودشون هم یعنی حرفاشون جدی بود واقعا، یعنی خودشون هم همچین نگاهایی به مردم و شناخت مردم و تحلیل و اینجور چیزا داشتن. حالا اینکه صحبت ایشون چقدر جدی بود یا چقدر این کارو میکنن یا نه، خب من که همراه ایشون نیستم، اما جمله‌ای که ایشون گفتن که در پاسخ من که شما چه میکنید طراحی شده بود. شما چی گفتین؟ من گفتم که این هر شما که مثل مردم عادی نیستین که برید انتزاعی این حرفا. آره ما فکر میکنیم انتزاعی این حرفا. خب ما از ایشون خواسته بودیم که بعد از یک مکس که ناشیات جا خوردن هست این جمله رو بگید. این جمله هم شما بهشون گفته بودین؟ یعنی بله طرحی شده بود. آها من می‌خواستم ببینم خود آقای روحانی چقدر مثلا این فضا رو داره. البته من نفی نمی‌کنم که آقای دکتر روحانی خودشون هم چنین نظری کار رو انجام میدن یا نمیدن، یعنی قرار نیستش که هر چیزی که طراحی شده باشه خلاف واقع باشه. نه این که طبیعتا همینطوره. من خودم بر خودم جذابه، قطعا بر مردم هم جذابه، این که اون چیزی که میبینن رو بدونن که مثلا یه پشت صحنه دیدین، مثلا ما فیلم سینمایی میبینیم پشت صحنش برامون جذابه، یا یه سریال مثلا 30 قسمتی میبینن بعد یه قسمت هم آخر سر پشت صحنه میذارن اونم مردم میشینن میبینن. در مورد این پشت صحنه این همین طراحی از جنس همین ها بخواین مثلا نکته ای خاطره ای چیزی بگین، کیا بودن، چه میدونم چه جوری دقیق تر طراحی میشد، اون جاهایش که فوتکوزگری نیستا یعنی قابل بیان کردنه، چه مثلا ابتکار عمل های قشنگی بود که خروجی شما تو آقای روحانی میبینیدیم از جنس این ها؟ خب طبیعتا شما که انتظار ندارید که من همشو بگم. آره همشو بگم یا اصلا چیزهایی بگم که اخلاقا مایل به گفتنش نیستم. درست. اما فکر میکنم گاهی موقع ها اینطوری میشه نگاه کرد که تهدید تبدیل میشه به فرصت، یا میشه و تبدیل کرد به فرصت. الگوی انتخابات موقعی جواب میده که به شکل کمپین باشه. به چه معنا؟ به شکل این باشه که اجزاء مختلف همدیگر تایید بکنه. اینطور نباشه که پوستر راه خودش رو بره، فیلم راه خودش رو بره، مناظره راه خودش رو بره، سخنرانی راه خودشون رو برن، حضور در استادیوم راه خودش رو بره. و معمولا این اتفاق نمیفته مگر در کشورهایی که بسیار انضباط جدی دارن و در واقع رئیس ستاد تبلیغاتی همه کاره هست و بقیه رو کارگردانی میکنه، یا در موقعی که اصلا کسی نیست، بنابراین هر کی اونجا باشه رئیسه. در حوزه انتخابات گمان میکنم یکی از اتفاقاتی که برای فیلم آقای قالیباف افتاد و برای کمپین آقای قالیباف افتاد، برای حوزه کار آقای قالیباف افتاد و تبدیل شد در واقع به کمپین، این بود که عناصر مختلف تبلیغاتی هر کدوم ساز خودشون رو می‌زدن. ایشون در جمع رزمندگان هیئت رزمندگان شهر تهران یه حرفی می‌زد که با مثلا فیلمش در صدا سیما جور در نمیاد و اجزای مختلف فیلم هم همینطور. حتی من گاهی موقع‌ها در رتبه فیلم آقای قالیباف که انصافا فیلم خوبی بود و میتونست خیلی بهتر باشه، آقای شعیبی ساخته بود، این احساس رو داشتم که کسی که این پلان رو درست کرده حتما اون پلان بعدیه ضعیفه، بعدش کار اون نیست. و میتونستم تشخیص بدم که دیگرانی اومدن و گفتن که آقای دکتر یا نظر من اینه که این حرفه هم مهمه، توش بگذاریم و بنده خدا کارگردانم یه خورده مقاومت کرده بعد دیگه نتونسته گذاشتن، بنابراین یک اثر یک جاهایی به ضد خودش تبدیل میشه. ولی آقای روحانی کمپین بود؟ آقای روحانی از این جهت کمپین بود که چون کسی احتمال نمیداد ایشون رئیس جمهور بشه، بنابراین کسی دور و برش نبود، رئیس نداشت. آره رئیس اون کسی شد که این رئیس در واقع یه جور رئیس من شدم. آها. به این خاطر که کسی طمع در این نداشت که با آقای روحانی عکس یادگاری داشته باشه. آها. چون تصور نمی‌کرد که ایشون اقبالی داشته باشه. حتی در فرآیند اینکه چرا من انتخاب شدم و دیگری انتخاب نشد، مگر من نزدیکترین فرد به لحاظ سیاسی به ایشون بودم یا مگه من توانمندترین شخصی بودم که در جامعه ایران وجود داشته؟ ارتباطی نداشتیم با ایشون. داشتین؟ از تقریبا زمستان سال 92. همون دیگه، یعنی از سال‌های دور مثلا. نه. از سال‌های پیش نبود. البته برادر ایشون آقای دکتر فریدون منو می‌شناختن به جهت اینکه ایشون در دوره سفیر ایران بودن در UN، سفیر فرهنگی ایران بودن در سازمان ملل، و در اون دوره به هر حال معروف بودش که بعضی از ایرانی‌ها در کمپین اوباما آدمای شاخصی هستن، حضور دارن، و من جزو اون ایرانی‌هایی بودم که این سابقه رو داشتم. تصور دوستانم بود که شاید اون تجربه رو من بتونم منتقل کنم به ایران، و البته وقتی که اضافه شدم دوستان دیگه ایرم دیدم که از سال‌های قبل باهاشون آشنایی داشتم، آقای مهندس بهشتی، آقای آشنا، آقای زم، اینا رو ما جداگانه در یک فضای دیگری همدیگر میشناختیم و شاید اگر همین آشنایان نبود من هم مثلا جدا میشدم از مجموعه. یعنی شما رئیس شدین بالاخره؟
یه جورایی رئیس ستاد نه، اما رئیس حوزه تبلیغات، رئیس حوزه محصولات تبلیغاتی. و خب وقتی کار دست یه نفر باشه بالاخره یا شور میشه یا بی‌نمک، یا خوب دیگه بالاخره یه دسته، یه دسته در واقع تو این حوزه مباحث نظری رو رقیبی برای دکتر آشنا وجود نداشت، چونشون مباحث نظری میگفتن نقطه آ پریم به نقطه ب پریم برسد اینجور چیزها. و در حوزه عملی هم بالاخره نه امکانات زیادی وجود داشت، نه طمع، نه بخت و اقبال زیادی، بنابراین همه کار افتاد دست یک نفر. نمیگم این نفر توانمند بود، اگر این یک نفر شما هم بودین باز بهتر بودش تا اینکه 10 نفر آدم باشه. شما چرا با وجود اینکه میگین هیچ که اقبالی نداشت با ایرانی، شما چه جذابیتی براتون داشت؟ من تصور میکردم که و تصور میکنم که در بین کاندیداهای مختلف در اون دوره گزینه اصلی آقای روحانی بود. یعنی حالا من دورا دور شناختی که از شما پیدا کردم فکر نمیکنم مثلا چه میدونم برای پول و جایگاه و اینا بود. رایگان کار کردم. من رایگان کار کردم. من برای کارهای سیاسی رایگان کار کردم. همین میخوام بگم، یعنی من بعید میدونستم که مثلا با این نیتها شما جذب شده باشین. یعنی واقعا شما اعتقادتون این بود که مثلا برای کشورشون برتر از بقیه ان، میتونن خدمت بکنن. معنیش نیستش که ایشون هیچ اشکالی نداره، اما معنیش این بود که در سال 92 ایشون گزینه اصلی هستن. بسیار خوب. اون فیلم تبلیغاتیه، فیلم دوم. دومی قوی تر بود دیگه از نظر خودم. به نظرم اولیه قوی تر بود. اولیه قوی تر بود. علت قوی تر بودنش هم همین بود که مجال این وجود داشت که دیگران اثر نظر کنن. آها، یعنی اون دومی کسی ندیدش که فیدبک بده؟ نه اصلا کسی ندید. چرا؟ چون زمان نشد. زمان وجود نداشت. اصلا قرار نبود دو تا فیلم ساخته بشه. ببینید شکل قضیه اینطوری بود که ما از مدت قبل که قرار نبود فیلم بسازیم. من مشاور بودم بدون اینکه قرار باشه فیلم بسازن. آها. خب بعد این قضیه ادامه پیدا کرد، آقای دکتر روحانی به عنوان اولین نفر رفتن در وزارت کشور که باز شد، ایشون رفتن ثبت نام کردن و در وزارت کشور وقتی بسته شد کیو ثبت نام کردن؟ اصلی ها دیگه، جدیدی. آقای روز آخر هاشمی، روز آخر هاشمی، جدیدی، آقای مشایی، اینا آخر لحظات رفتن ثبت نام کردن. فردای اون روز ما جلسه داشتیم ظهر. صبحش آقای مهندس بهشتی با من تماس گرفتن و گفتن که جلسه‌ای هستش که بیایید. و من اون جلسه رو وقتی رفتم متوجه شدم که جلسه ستادهای روحانی نیست، ستادهای هاشمیه. ستادهای هاشمیه. عجب. و در واقع ایشون گفتن که ایشون، آقای مسجد جامعی و آقای پورنژاتی، ازشون خواسته شده که یک نفر پیشنهاد کنن برای ساختن فیلم آقای هاشمی و سه نفر به اتفاق گفتن فلانی، یعنی من. عجب. اون موقع فیلم آقای روحانی رو داشتن آقای جوزانی می ساختن و من هم اجازه خواستم که از آقای دکتر روحانی کسب اجازه بکنم و بیام این طرف در واقع فیلم آقای هاشمی رو بسازم. چرا؟ چون فکر کردم بر خودم هم متقاعد این بودش که با منظر من آقای هاشمی حالا دیگه اصله، آقای روحانی برتر. برتره. زمین که البته آقای روحانی از من نخواسته بود که فیلم بسازم. آها. اونجا برای اولین بار بود که آقای روحانی از من پرسید که تو فیلم سازی؟ گفتم که آره، خب من گفته بودم فیلم اینها میسازم و این حرفا. و بعد از اینکه آقای هاشمی رد صلاحیت شد، آقای روحانی از فیلم که آقای جوزانی ساخته بودن و دیگران ساخته بودن اصلا راضی نبودن. من هم به صورت اینکه برم ببینم چه خبر رفتم بهشون سر زدم و خب به نظرم برای طیف آقای روحانی علامت هاشمی نشوندنده مرغوبیت کالاست. دیگه. از اونجا احساس کردن که خب ما که از اون فیلم راضی نیستیم، اینم که قرار بود فیلم هاشمی رو بسازه، خب بیا برای من بسازه. این در یک ظرف زمان خیلی خیلی کوتاه این اتفاق افتاد و ما بنا رو بر این گذاشتیم که ما یه فیلم می‌سازیم دوباره نمایشش میدیم. که اولیه رو ساختیم. ضمن اینکه حالا چون هیچ کس هم نبود، من علاوه بر فیلم ساختن همزمان داشتم متن مناظره هم می‌نوشتم، همزمان در واقع مجبور شدم که از دوست بسیار عزیزم آقای میرفتاح دعوت بکنم که حوزه مطبوعات رو هم دست بگیره. در واقع حوزه مطبوعات رو هم حالا من بعد روش نظارت میکردم، حوزه کارهای دیگر رو انجام دادم و خیلی سرم شلوغ بود تو اون ماجرا. بنابراین اصلا فکر نمیکردم فیلم دومی در کار باشه. بعد از اینکه از مناظره ما برگشتیم، دوستان گفتن که این اولیه اینطور شد، دومی رو بساز. و خیلی برام سخت بود که دومی رو در واقع کار بکنم و در واقع فیلم دوم با شتاب خیلی بیشتری ساخته شد، در آخرین لحظات هم به تلویزیون رسید. و من خودم که حسام این بود که دومیه انگار مثلا حساب شده تر و بعد از مناظره و این که بعد از مناظره بیایم بشینیم تو ماشین
حالا در مورد اتفاقایی که اونجا افتاد که خیلی جذاب بود، مخصوصا اونجا که مثلا ماشین از کنار رد میشد گفت آره. یه جمله به آقای روحانی شستش گذاشتش کنار. این در واقع همون جایی هستش که به عنوان آموزه های حوزه تبلیغاتی میتونه کمک کننده باشه دیگه. من یادم هست که اون اینا رو میتونم بگم، اخبار محرمانه نیست، با ایده سوار شدن با ماشین همه مخالفت کردن. چرا؟ به جهت اینکه شأن آقای دکتری نیست. ماشین شاسی بلند و اینا، یعنی ماشین شاسی بلند نه، اصلا شو تو ماشین بشینه بریم یه چیزی تو همون ساختار قبل. چرا؟ باتری رفت؟ نه باتری داره. منم مشکل دارم؟ نه شما نه. خب رکوردر رو بزن. تا کجا ببین... صدات خراب بود؟ نه خوب بود. فیلمو گفتین که مخالف بودن آره. که سوار ماشین شد. در واقع همه مخالف بودن. خب و من البته پیشنهاد کرده بودم که آقای روحانی خودشون رانندگی بکنن و ما بشینیم بغل دستشون رو این حرفا. آره کلا مخالف بود. از این جهت میخوام بگم که وقتی که کار دست یه نفر دیگه آش نشور میشه، نبی نمک بالاخره چیزی میشه، من نتونستم متقاعد کنم این انبوه مخالفین رو که استدلال کنم براشون، حاضر که خیلی هم خسته بودم. از آقای دکتر روحانی خواهش کردم که من با شما میخوام چند دقیقه در خلوت صحبت کنم تنهایی. و رفتیم داخل خونه. حالا به تعبیر رفتیم داخل خونه و در واقع از داخل حیاط پشت در پارکینگ، هنوز صحنه چرا چشمم هست. و من بهشون عرض کردم خونه آقای... یعنی کجا؟ مگه شما نرفتین مناظره؟ بعد از مناظره بعد از مناظره اومدیم منزلین. اصلا شروع بخش. و پایان اون ماشین سواری منزل دیگه، منزل ایشون هست. داخل منزل پشت در پارکینگشون گفت بفرمایید. گفتم که ببین آقای دکتر، هم من هم شما میدونیم که شما رأی نمیارید، از طرف دیگه هم دوستان نظرشون اینه که مخالف هستن، منم خیلی خسته هستم، قرار نبود دو تا فیلم ساخته بشه، الان به نظرم ایده دیگری نمیرسه که شدنی باشه، اگه یه ماه وقت داشتیم شاید ایده دیگه طراحی میکردم، الان ایده دیگری به نظرم نمیرسه که با هم دیگه صحبتشو بکنیم و شدنی باشه. اگر شما فکر میکنید که ایده نمیپسندی اشکالی نداره، من که از شما پول نگرفتم، که شما که از فیلم قبلیم راضی بودین، از همینجا از اون خدافظی می‌کنم، میرم خونه‌ام می‌خوابم. دوباره اونو پخش کنید. اصلا هر کاری دلتون می‌خواد بکنید. یعنی دومی رو نمی‌سازیم در کل. من یه جور بیشتر بلد نیستم الان بسازم، یا یه جور بیشتر دوست ندارم بسازم. می‌خواید برید کسی دیگر. من آگاه بودم به اینکه حالا اون لحظه کارگردان کجا گیر بیارن اینا. و هر شبت که در این حال شما وقتی که محافظتون بهتون میگه از این خیابون داریم از اون خیابون بریم، باش کلکل که نمی‌کنید، که میپذیرید، جانتون رو سپردین دست اون، آبروتون هم سپردین دست من دیگه. بعد فیلم قبلی هم که شما خودتون جلوی جمع ایستادید، با وجود کسی انتظار نداشتش روی منو بوسیدید، تشکر کردین، حرفا، منم همون آدمم، نمیخواید نمیکنم، بگین دوستان هر کاری میخوام بکنن بکنن. آقای روحانی تعاملی کرد یک ثانیه، گفتش که باشه، منتها من پشت فرمون نمیشینم، سال هاست که نشستم. گفتم خیلی خب اینجا رو من کوتاه اومدم، شما این طرف بشینید. بعد گفتن خیلی خب بریم. وقتی اومدیم همه در واقع شگفت زده شدن که چی شد آقای روحانی خلاف این نظر صحبت میکنه، شاید ناشی از چی بود؟ ناچاری بود. خب حالا اگر که همین اتفاق در مورد آقای قالیباف میافتاد چه اتفاقی میافتاد؟ آقا بندازینشون بیرون، یکی دیگه وایسته، چون یک صف انبوهی از فیلمسازان اونجا وجود داشتن دیگه. همین اتفاق، همین مشاوره رو اگه امروز با آقای روحانی کسی بده چه اتفاقی میفته؟ بازم همون میشه. خب در واقع این ایده این که آقا شما وقتی میخوای برید دکتر پیش یه نفر برو، پیش 10 نفر بری گیج میشی. شاه ایران علت این که مرد این بودش که پزشکان مکزیکی حرف می‌زدن، پزشکان مصری حرف می‌زدن، پزشکای پانامایی حرف می‌زدن، پزشکای آمریکایی حرف می‌زدن، پزشکان فرانسوی یه جور صحبت می‌کردن، برای هر کدوم عمل می‌کردین طرف نمی‌مرد. منتها وقتی که به همش با هم قاطی شد، این یه پزشک بودن به نفع آقای روحانی شد در اونجا و و همیشه همینطور فیلم هست. گرفت. همیشه همینطور هست. من تصورم بدون اینکه محصولات دیده باشم نسبت به کار همه کاندیداها این هست که ما با یک بلبشو مواجه هستیم تا یک کمپین در کارشون. دقیقاً. توی فیلما بازیگر هم داشتین؟ نه. نداشتین. از اون خانم هستش و اینا که میگن که بازیگر. نه نه بازیگر نبودن. اتوبوس اومد. نه. اون بازیگر نه. نه.
من حس اون فیلم میرحسین دست داد بهم که میگفتن بازیگره. نه نه. حتی من از یکی از کاندیدای دیگه هم از آقازاده‌شون بعدها شنیدم، یه فیلم خیلی معروف که حالا شاید اسمش رو نباید ببرم، که خیلی گرفت و یه دختره اومد خیلی شلوغ پلوغ کرد و جواب داد، بعدها شنیدیم که اونم بازیگر بود. نه بازیگر نبود. شما نداشتیم بازیگر. الان برگردیم 92 سوار میکنین آقای روحانی دوباره ماشینتون؟ اگه شرایط کشور 92 باشه بله. نه خب شما الان به یه مثلا چه میدونم آگاهی اضافه شده بهتون، یه شناخت بیشتری، یه تجربه ای، چه میدونم برجام رو تجربه کردین. نه ببینید، یعنی آینده رو دیدین انگار و برگردیم 92، آینده رو ببینیم و تو 92 باشه. بله من البته به قول شما آدم آگاهی های بیشتری داره نسبت به اون دوره، اما باز با وجود همه این آگاهی ها فرض کنید تعبیر شما این است که من مثلا در ذهن خودم امتیازاتی را از آقای روحانی کم کرده باشم نسبت به تصویری که اون موقع ازشون داشتم، ولو با کم کردن این امتیازات در سال 92 به نظر من کاندید اصلاحیشون بودن. یعنی حتی با وجود این اتفاق افتادن برجامی که شما بهش نقد داشتین، بله، مدل مذاکرات و اینها، خب الان چی؟ امسال چی؟ یعنی امسال تو میگم بیاین فیلم بسازی میرین؟ امسال به من گفتند افراد مختلف تجربه های مختلف، اما کار نکردم. دولت یعنی؟ اصلا تو دولت هم بله. خب پس این الان چجوری میشه؟ من نفهمیدم الان بالاخره امتیاز کم شد یا کم نشد؟ نه امتیازات کم شد، اما اصلا تمایلی ندارم که دیگه فیلم بسازم. یک علت سادش اینه که همون که خودتون اشاره کردین خیلی سخت‌تره شما یه تصویر بک رو هر جوری که دلتون بخواد مدیریت میکنید، اما وقتی که یک نفر عمل کرد داره چطوری میخواید که تصویر بزنید که با اون عمل کرده بخونه؟ خب دوستان نظرشون این بود که با وجود همه انتقاداتی که تو داری، ما تصورمون شدن تخیلشون اینه که تو آدم کارآمدی هستید و میتونین کاری رو در بیارید. دوستان آدمای مختلف هم همینطور این ماجرا در واقع دعوت از جهات مختلف بود، از جهات مختلف بود. من نمیگم به کی رأی میدم تو این انتخابات طبیعتا، اما برای هیچ کسی فیلم نمیسازم. فکر میکنم فیلم ساختن مسئولیت بزرگی هست که اگر من برگردم به سال 92 و بخوام حتما فیلم بسازم باز همین کار میکنم، اما میتونه سوال شما اینطوری باشه که اگه برگردی به سال 92 اساسا فیلم ساختی؟ ها. شاید نمیساختم. چون تاثیرگذاری توی من باز بگم به حرف اول جلسه‌مون که این تبلیغاته، این به قول شما شومن بودنه، این سرگرمی ایجاد کردنه داره سرنوشته مثلا حداقل 4 سال آینده کشور رو می‌سازه. دقیقاً مثل کاری که خود شما دارید می‌کنید. ببینید موقع شما در مابعضای این گفتگو که ما الان داریم انجام می‌دیم درآمدی دارید یا این درآمد قابل توجهه؟ شما میگید که آقا اعتقاد ما می‌ذارم کنار به خاطر درآمدش این کارو می‌کنم. وقتی شما برای دیر خودت داری کاری می‌کنی، چه کاری هستش که این کارو بکنی؟ من که نه اون سال نه این سال و نه حتی که می‌بردم برای رو هم ساختم و برای دیگران کار کردم، تو هیچ کدوم از اونها تعمدن نخواستم که درآمد داشته باشم. خب وقتی که اینطور هست چرا باید خودم در جایگاهی قرار بدم که بعدا ممکنه بهش تردید کنم؟ مسئولیت بزرگی است شهادتی به افکار عمومی. دقیقاً. سوال آخرم بپرسم خیلی کوتاه، چند تا توصیه به دو طرف قطبای انتخابات بکنین برای کارهای تبلیغاتی، برای مناظره ها، کلید واژه. مثلا الان شما جای روحانی بودین چه استفاده می‌کردین؟ جای قالیباف و آقای رئیسی و اینها بودین چه استفاده می‌کردین؟ همونی که شما اولش خوندید، مناظره ها، سخنرانی ها، فیلم ها جای ارائه برنامه نیست. مردم با دیدن منحنی ها، با شنیدن آمار، با شنیدن به ویژه اطلاعاتی که در اون ازش سر در نمیارن و یه واسهشون ملموس نیست، یا براشون ملموس نیست، اصلا نمیفهمنش، این ضریب جینی و طرف احساس میکنه که داره کلاس میذاره براشون. برای مباحث اینطوری این یک گافه. آقای روحانی ممکنه تو این گاف بیفته، درسته؟ چون خیلی رو آمارها تاکید دارن که آقا مثلا ما تورم فلان کردیم. هر کسی هر آماری، البته که حتما ایشون در تو تورم صحبت خواهد کرد، ببینم یک دستاورده. این چیز ساده ایه گفتن این که چیزا گرون نشده و هر چه ساده تر بگید بهتره تا اینکه وارد این بخوایم بشین که اعداد و رقم بشید و این حرفا و دستاوردشونه و واردش خواهد شد. تا این حدش پذیرفته است که طرف مقابل هم وارد این ماجراها بشه، اما اینو باید توجه داشته باشیم که از خود جمله‌ای که برای آقای دکتر روحانی طراحی شد و ایشون گفتند استفاده می‌کنم.
مردم به جیبشون نگاه میکنن نه به آمارها. و امیدوارم این جمله تو ذهن همه باشه که وقتی در رابطه با هر چیزی صحبت میکنن مردم نگاه نمیکنن که رشد شما چند درصده، نگاه میکنن که سفرشون چه اتفاقی افتاده. اگر مردم احساس بکنن که میکنند که قیمتها افزایش پیدا نکرده، شما بهشون اشاره کنی متوجه میشن. اگر طرف مقابل هر چقدرم از آمار بیاره که این قیمتها افزایش پیدا کرده، مردم نگاه میکنن ببینن که ماست و پنیر و گوشت و اینها چقدر افزایش پیدا کرده. اگر هم که شما بهشون بگین که تورم این گونه بوده یا رشد اقتصادی اونطوری بوده یا اشتغال اینطور بوده، طرف به موقعیت خانواده خودش در واقع نگاه میکنه. خیلی عالی، مرسی، خیلی خوب بود. من خیلی چیز جدید یاد گرفتم، متشکرم. تجربه های شما حتما به درد ما میخوره. سلامت باشی، خیلی استفاده کردی، مرسی. الان با اون شاسی بلنده اومدی؟ با شاسی بلنده نیومدم. چرا؟ با شاسی بلنده رو تو اسنپ کار میکنم. جدی؟ اما دیدم توییتر، راستی اون جدی بود یعنی؟ آره بابا جدی. مادرم این بر آره دقیقا تو بی میگیری صدامو؟ آره آره یه چیزی که به نظر رکوردر رو بذار. آره آره میکروفون منم هست اگه خراب نیست بفرمایید. آره یه چیز مهمی که هست در انتخابات و همه اشتباه میکنن اینه که با رفیقات صحبت نکن. رفیقات که رفیقتن. آقای قالیباف با کسانی که تو رو دوست دارن براشون اطلاعات نده، اگر چه باید اونها هم حفظ بکنی. اما مهم هست که بری از سبد رأی طرف مقابل رو تخریب بکنی و از مال اون برداری بیاری. آقای روحانی هم الان افتاده تو این گیر؟ آره آقای روحانی افتاده، کاملا افتاده. آقای رئیسی، شما برای متدینین و علاقمندان به امام رضا قرار نیست رئیس جمهور شید؟ اونا رو که در بندازی بیرون پنجره میان تو. حالا یاد نباید در بندازشون بیرون، چیزی نباید که اونا رنجیده بشن. آره. حتما نباید این اتفاق بیفته. اما ببین از سبد اونوریا چی میتونی در بیاری. یعنی هر کسی باید تلاش بکنه که از همه اینها استفاده کنه. سبد طرف مقابلش رو تخریب بکنه و از اون مقابل استفاده کنه. مهمترین حسن آقای روحانی در دور قبل این بود که سبدهای دیگران تخریب کرده. بنده خدا آقای قالیباف اینا چون ارتباط داشتن دیوانه شده بودن که ما گفته بودیم که رزمنده میخوای روحانی رزمنده تره. شما واقعا رزمنده تر نبود. اما ما جوری جلوه دادیم که رزمنده تر هست. چون مهمی که چی رو وانمود بکنه. حتی مزیت طرف مقابلت هم گرفتی واسه خودت. وقتی که ما رفتیم سراغ این که آقای جلیلی رو بهش گفتیم که ببین برادر تو ولی فقیر رو خراب میکنی، تو آدمی نیستی که ولایت مدار باشی، اصلا به تته پته افتاده بود. یعنی که جلیلی فکر میکرد حداقل آقای ولایت مدار رو داره. تو این موضوع کسی نمیتونه تو این موضوع نمیتونه کاری بکنه. تمام ماجرا این هست که تو قضیه تبلیغات من به بچه‌های چیزی مخصوصا میگم، بچه‌ها اصولگرا میگم با حزب الله فقط حرف نزنید. دقیقاً. برین با طرف مقابلتون حرف بزنید. شما 50 تا 500 تا 10000 تا فالوور ثابت دارین و روز تثبیت شده این تعداد لایک دارید. میتونید برین با بقیه هم صحبت بکنید. دقیقاً نکته دقیق. مرسی. خیلی ممنونم. باشه خدافظ. موفق باشین ان شاء الله. من تو دم در شما رو مشاهده می‌کنم. آره، الان اون یکی داره میگیره. ما اینجا همه دوستان کاشتیم.